خب بینندگان عزیز، وقت شما به خیر. نوبتی هم که باشه، نوبت فضای مجازی هست و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی همراه با احسان رحمانی. سلام احسان، متشکریم از شما و میشنویم آخرین خبرهای شبکه‌های اجتماعی رو. ممنون از فرصتی که به من میدید. امروز 15 اسفند گزارش کوتاهی داریم از شبکه‌های اجتماعی. نخست توییتی که توسط یکی از هواداران مقاومت منتشر شده، این توییت اشاره داره به جلسه 8 مارس که در اون جمعیت شعار مرگ بر ستمگر رو تنین انداز کرد. این هموطنمون می نویسه: صحنه زیبا و تاریخی از شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به صورت جمعی در گرد همایی روز جهانی زن، پیش به سوی یک جمهوری دموکراتیک، پیشتازی زنان ایرانی در صف مقدم، هشتگ زنان نیروی تغییر. با هم ببینیم فیلمی رو که به همراه این توییت انتشار یافته. بله، تصاویر زیبایی بود از یک جلسه بسیار بزرگ. همچنین فیلمی منتشر شده از هموطنان کردمون که در حال حرکت به سمت همین جلسه هستند. فیلم نشون میده که هموطنانمون در یک اتوبوس در حال حرکت هستند و شعار میدن. این فیلم رو هم با هم ببینیم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر بله، دیاکو در توییتی یادی کرده از یکی از شهدای قیام و با انتشار یک فیلم در این توییت می نویسه: صادق فولادیوند 29 ساله در تاریخ 14 بهمن توسط اداره اطلاعات سپاه گچساران ربوده شد. بنابر اظهارات منابع آگاه، وی پس از تحمل 18 روز شکنجه به قتل می رسد و پیکر او را در یک کانال آب پیدا می کنند. خانواده وی تحت فشار است که دلیل قتل فرزندشان را خصومت شخصی عنوان کنند. فیلم منتشر شده به همراه این توییت که نشون میده شهید صادق فولادیوند در حال ورزش کردن هست. با هم ببینیم این تصویر رو. و باز هم بگیم از شهدای انقلاب دموکراتیک مردم ایران: شهید قیام بهاءالدین ویسی، نوجوان 16 ساله‌ای که در جوانرود به ضرب گلوله جنایتکاران به شهادت رسید. فیلم منتشر شده از مراسم سوگواری این شهید که نشون میده آوازخوانی و همدردی با برادر این شهید رو. با همین تصاویر رو ببینیم. Dani selam bra
بله، خون این شهدا به یقین که بیهوده و عبث بر زمین نخواهد ماند. و اما یکی دیگه از موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی این روزها مورد توجه کاربران قرار داره همچنان موضوع مسمومیت در شهرهای مختلف هست. فیلمی منتشر شده از یک پدر که دخترش مورد سوء قصد قرار گرفته توسط گازهای سمی و در مدرسه محبوس هست و این پدر تلاش میکنه که وارد مدرسه بشه. یکی از کاربران در رابطه با این فیلم مینویسه: پدری که دخترش مورد سوء قصد قرار بگیرد از هیچ چیز نمیترسد، با این همه خشم چه خواهید کرد؟ با هم ببینیم این فیلم رو. خوب کاری میکنه. بله، باز هم ببینیم یکی دیگه از تصاویر منتشر شده رو از موضوع مسمومیت دختران دانش آموز، دختر جوانی که توضیح میده که نحوه مسمومیت چطور بوده و چه اتفاقی در مدرسهشون افتاده. کاربران در رابطه با این فیلم هم اظهار نظرهای مختلفی کردند. با هم ببینیم این تصاویر رو. چی شد؟ امروز از صبح که رفتیم مدرسه همه چیزم خیلی عادی بود، فقط زنگ دوم بچه طبقه بالا حس کردن که یه بویی میاد، ولی خب مدیر مدرسه اطلاع دادن که فاضلاب منطقه به مشکل برخورده و اون بو به دلیل اون قضیه بوده. ولی بعد دوباره پلیس منطقه هم آوردن، پلیس منطقه هم گفتن که چیز خاصی نیست، اصلا نگران نباشید. ولی خب بعدش متاسفانه اتفاقای خیلی بدی اومد، بچه‌ها تا می‌خواستن از طبقه بالا بیان طبقه پایین خیلیشون حالشون بد شد و در مدرسه رو بستن، گفتن که به جنب وارد حیات نشین چون ممکنه اونجا حالتون بدتر بشه. ولی خب بچه داخل سالن حالشون بد شد، بعد دیگه من خودم به زور دوستا منو بردن داخل حیات، صورتم آب زدن، دیگه اونجا سرم گیج رفت، دیگه هیچ نفهمیدم. اونجا تعب کردی استفاق داشتی چشم بینی شد؟ خب این واسه هر کس متفاوته، ولی خب برای من تنگ نفس داشتم، حالت تعب داشتم و سرم کلا گیج بود. کدوم مدرسه بودی؟ نجمه. از اون چند تا دانش آموز مدرسه رفت؟ من سرم گیج رفت، منو گذاشتن داخل آمبولانس، فقط متوجه شدن که 3 نفر از مدرسه خودمون کنار خودم، ولی بچه‌ها میگفتن که آمبولانس دیگه بوده که از مدرسه خودمون دانش آموز سمت کردن. بودن ساعت 9 و نیم 10 صبح بود. آره بله، بازم ساعت دقیق نمیدونم. اون بویی که حس کردی شبیه چی بود؟ من اصلاش بویی حس نکردم، یعنی هم وارد شدم هم نفس کشیدم، با اینکه ماسک داشتم حالم همونجا بد شد، من خودم بوی خاصی رو حس نکردم. بله، ابعاد و گستردگی این جنایت که به 20 استان در واقع کشیده شده و اساسا هم دختران رو هدف قرار میده، همچنان انگشت اتهام رو به سمت خامنه‌ای نشانه رفته. مهران، این بود گزارش ما از شبکه‌های اجتماعی. بله، خیلی متشکریم از احسان عزیز.